گلها فروشی نیست یا گلها فروشی نیستند. در گفتار امروز میخواهم درباره یکی از مسئله های زبان فارسی سخن بگویم که همخوانی یا مطابقت فعل با فاعل یا مفعول است. آیا باید گفت گلها فروشی نیست یا گلها فروشی نیستند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش نخست مرور کوتاهی کنیم بر رابطه فعل با فاعل یا مفعول. اگر فاعل جاندار باشد، چه مفرد چه جمع مسئله نیست. چند نمونه از متن‌های کهن فارسی. تاریخ بلعمی: هوشنگ به هر دو دست گوش شیر بگرفت. هوشنگ مفرد است، بگرفت فعل مفرد است. تاریخ بیهقی: ندیمان بیامدند و خدمت و نثار کردند. ندیمان جمع است، نثار کردند فعل جمع. مجمل التواریخ: ایشان در آمدند و همه را پاک بکشتند. اینها نمونه هایی اند از متن های کلاسیک فارسی و هیچ فارسی زبانی نیست که جز این کند و سخن روزانی ما آکنده است از این دست نمونه ها. چند نمونه از متن های معاصر از کتاب دو قرن سکوت زنده یاد عبدالحسین زرینکو. درباره بابک خرمدین میگوید تاریخ نویسان مسلمان جمع است، کوشیدند خاطره او را تیره و تباه کنند و از تعصب سعی کردند سیمای او را زشت و ناپسند جلوه دهند. فعلها جمع هستند. درباره کشاورزان می توان گفت کشاورزان و روستاییان خاصه در نقاط دورافتاده ایران بیش از دیگران دستخوش جور و بیداد تازیان بودند. تازیان دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند. بهانه دیگری که عرب مفرد است، برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد. تا اینجا روشن است و پراسه یا مسئله ای نیست. اگر فاعل بی جان باشد و مفرد، باز هم پراسه ای نیست. نمونه از خیام: ابر آمد و بر سر سبزه گریست. ابر فاعل مفرد بی جان است، آمد و گریست فعل های مفردند. ولی پیام اصلی خیام در مصرع دوم است: بی باده گل رنگ نمی باید زیست. مولوی: شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چه گناه، حدیث ما بود دراز. ولی اگر فاعل جمع و بی جان باشد، برخی فارسی زبانان نمی دانند که آیا باید فعل را با فاعل مطابقت دهند یا نه. در متن‌های فارسی ادبی و کلاسیک هم قاعده روشنی وجود نداشته است. گاه با فاعل بی جان جمع فعل مفرد به کار می رفته، گاه فعل جمع. به این نمونه ها توجه کنید. حدود العالم: اندروی آبهای روان است. آبها جمع است ولی روان است فعل مفرد. اندر ناحیت کرمان کوهاست از یک دیگر بریده. کوها جمع است، فعل است مفرد است. مجمل التواریخ: جویهای بسیار از آن جایگاه به دریا افتد، به جای افتند. در همان کتاب حدود العالم که با فاعل جمع بیجان فعل مفرد به کار برده، در اینجا فعل جمع به کار می‌برد. دهکور و دارجین دو شهرکند، نه شهرک است، میان بم و جیرفت. کاهون و اشخناباد دو شهرکند به راه پارس. ابوریحان بیرونی در التفهیم با فاعل بیجان جمع فعل جمع به کار می‌برد. شش جهت کدامند؟ آن نهایت‌های این سه بعدند، یا سطح و خط راست کدامند؟ اما خط راست کوتاه‌ترین خط است اندر میان دو نقطه که نهایت‌های او اند. همه خط‌های راست که از مرکز بیرون آیند و به محیط رسند همچند یکدیگر باشند. هر چهار پهلوی او با یکدیگر راست و برابر باشند. آن زلها
که برابر هر دو زاویه متساوی باشند، از هر دو مثلث بر یک نسبت باشند. اما ابو ریحان گاهی هم با فعل جمع بیجان فعل مفرد به کار میبرد. عددهای مشترک کدام است؟ اگر یادتان باشد گفته بود شش جهت کدامند؟ دو ستاره است به جای دو ستاره اند، نه روشن. سه ستاره است خرد. چهار ستاره است بر دست راست. نمونه از خواجه نصیرالدین طوسی در ترجمه سورالکواکب صوفی. فعل جمع با فاعل جمع بیجان. و دو کوکب را که بر سر دنبالند شعله خوانند. و از ایشان 28 متقدم آن دو کوکب است که شمالی ترند و این جایز است چه آن کواکب بر منطقه نزدیکند و کوکب دوم روشنترین آن دو کوکب است که بر منکب راستند و 27 و 28 و 29 سه کوکب به یک دیگر نزدیکند، ولی گاه فعل مفرد به کار میبرد و آن دو کوکبی خرد است نیک تاریک، به جای دو کوکبی خوردند. در کتاب اخلاق ناصری نصیرالدین طوسی هم همین کاربرد گاه جمع گاه مفرد را می‌بینیم. اجسام طبیعی از آن روی که جسمند با یکدیگر متساوی‌اند در رتبت و یکی را بر دیگری شرفی و فضیلتی نیست. کسانی که بر این پافشاری می‌کنند که در متن‌های کهن فارسی با فاعل بیجان جمع تنها فعل مفرد به کار می‌رفته، آگاهی درستی از فارسی کلاسیک ندارند، چون چنان که دیدیم در فارسی کلاسیک قاعده روشنی وجود نداشته است و این باعث افسوس بسیار است. حتی اگر در متن‌های کهن فارسی قاعده مطابقت نکردن فعل با فاعل بیجان جمع همگانی و مطلق می بود، باز هم این دلیل قانع کننده ای نمی شد که ما برای پرسون دقیق کردن زبان تصمیم نگیریم آن قاعده را کنار بگذاریم. در زبان دانشها همخوانی فعل و فاعل اندیشه و فهم را آسان‌تر می‌کند. چنان که بارها گفتم هیچ زبانی از آغاز با همه توانمندی‌هاش پدید نمی‌آید. توانمندسازی آن زائیده کار و کوشش سخنوران آن است که با تدوین قاعده های دستوری به آن توانایی هایی را که ندارد می دهند. زبان باید در خدمت پیشرفت اندیشه باشد. حال از بزرگان ادب فارسی که در عصر ما می زیستند چند نمونه بیاوریم. استاد محمد تقی بهار ملک الشعرا در کتاب تاریخ سبک‌شناسی، چنان که در ضمن شرح فعل ها نموده شد، پیشاوندها و پساوندها در تغییر معنی فعلها دست مهمی داشته اند، ولی همیشه از این روش پیروی نمی کنند. چند صفحه بعد می گوید پیشاوندهای دیگر نیز در زبان فارسی هست که با اسامی ترکیب شود. در یکی از مقاله هاش درباره شعرشناسی می گوید ما می دانیم که بعضی از صنایع با روح و ذوق انسانی ارتباط دارند. لغت، اصطلاحات، حسن ترکیب، سجع و وزن قافیه، اینها هیچ کدام در خوبی و بدی شعر نمی توانند حاکم و قاضی واقع شوند. اشعار اخلاقی اشعاری هستند که تشویق و ترغیب به پیروی از اصول خوب، احساسات سالم و اجتناب از صفات رذیله بنمایند. در یک جمله هم فعل مفرد به کار میبرد هم فعل جمع. اشعار عنصری با حد اعلایی که از حیث متانت و جزالت و دقت معانی و استحکام الفاظ و اصطلاح داراست، معذالک چون در پیرامون تعنم و مداهنه و چاپلوسی ساخته شده اند، قابل ترجمه و نشر عمومی نیستند. اشعار اولیه سنایی که در شمار اشعار درباری به مدیحه ختم می شود، اگر درست سنجیده شود، فوق‌العاده پست و سست و نادرست است. نمونه کاربرد فعل مفرد با فاعل جمع بیجان از زرینکو. در برابر سیل هجوم تازیان شهرها و قلعه‌های بسیار ویران گشت.
نمونه از استاد پرویز خاندری که حق بزرگی برگردن ایرانیان دارد. مقایسه و تطبیق زبانهای مختلف که با هم قرابتی داشتند، زبانشناسی تطبیقی را به وجود آورد. بسیاری از زبانهای بشری هست که در ادوار گذشته کتابت نشده. بعضی از نشانه ها را در روشنی روز به کار می توان برد و بعضی دیگر مانند نشانه های افروختنی تنها شبانگاه دیدنی هستند. علامت هایی که برای راهنمایی رانندگان در معابر می گذارند از این مقوله شمرده می شود. صوت های گفتار به وسیله اعضای خاصی پدید می آید که مجموع آن دستگاه گفتار خوانده می شود. عضوهایی که در گفتار به کار می آیند عبارتند از ششها، نای و دیگرها. پس می بینیم که در فارسی کلاسیک قاعده روشنی وجود نداشته و بزرگان ادبی هم افسوسمندانه به این مسئله توجه نکردند. این نابسامانی نشان دهنده دست کم دو چیز است. یکی اینکه ایرانیان برای برکشیدن و بهسازی زبان فارسی کار چندانی نکردند و دیگر اینکه از روش و نظم گریزانند. حالان که بهتر اندیشیدن و پیشرفت در دانش به نظم و روشمندی و راجمان نیاز دارد. دانش به تعبیری عبارت است از نظم دادن به اندیشیده ها. کوتاه آنکه همخوانی فعل و فاعل مسئله حل ناپذیری نیست، کافیست از منطق پیروی کنیم. این همخوانی در دانش های فیزیکی بسیار مهم است، زیرا این دانش ها با ماده بیجان سر کار دارند. جسم، الکترون، پروتون، مولکول، گاز، ستاره، کهکشان و دیگرها. به کار بردن فعل مفرد با فاعل جمع می تواند اشتباه برانگیز باشد و به ویژه باعث اتلاف وقت در بیان یا فهم جمله شود. نباید وقت دانشجو یا پژوهشگر به جای پرداختن به فهم پدیده ها بر سر کشف فاعل و مفعول و همخوانی فعل تلف شود. نباید خود آزاری و دیگر آزاری کرد. از اینها گذشته ما امروز در دانش به مرز میان جاندار و بیجان رسیده ایم. در زیستشناسی با ساختارهایی از مولکول‌ها یا ارگانیسم‌های کوچک روبرویم که تصمیم درباره جاندار یا بیجان بودن آنها روشن نیست. چرا باید دستور زبان خود را پاگیر چیزی کند که به آن مربوط نیست؟ وقت ما به پایان رسید. به پرسش آغازین این گفتار بازگردیم. آیا باید گفت گلها فروشی نیست یا گلها فروشی نیستند؟ اگر سخنانم را خوب دنبال کرده باشید خود پاسخ را می‌دانید. در آینده جمله هایی چون گلها فروشی نیست رفته رفته از فارسی رخت برخواهند بست، به دلیل منطق و همچنین زیر تأثیر زبانهای اروپایی که بیش از 90% دانش و شناخت خود را با ترجمه از آنها به دست می آورید. شاید تا چند دهه دیگر کمتر کسی بگوید گلها فروشی نیست. سخن پایانی این که چنین بازدیسی یا رفرم‌هایی باید کار فرهنگستان باشد، ولی فرهنگستانی پیشرو و برازنده این نام، اگر نخواهیم صفت دیگری به کار ببریم.